Bubbly pop, you. I've seen a lot of people cross the line, but this motherfucker job must have lost his mind. آزمایشگاه پانچی، برو بریم. دو 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 یو. من ندارم رحمی، ترحمی تو نگام، ولی تو قلب چیشه ایه مثل تونی تو تهران. صدا تو و نخون نیست تو هوده. پانچی از همون موقع که اسمش بهداد بود کار میکرد با هم، کوکتل فری استایل هم زدیم و اینا، پانچش یه لول دیگه است. تو هم قلب چیشه ایه مثل تونی تو تهران، شیشه قاطیشه دیگه، جا کوک میدن دست. تو قلب شیشه ایه مثل تونی تو تهران، صدا دل لغز نخون نیست تو هودت چزم، تن و عقابی که کنار تکون قرمزه، کدوم پلشی گفته زندگی همش غصه، همیشه اتفاقای بد روزای قشنگ میفته، میدونم قدر خونه بادم و بقیه تو لحظه. راست میگه حاجی، اون روزی که حس میکنی آه خیلی باله، خیلی باله، یه کال میشه میریزه همش پایین، این بده. میشه اتفاقای بد روزای قشنگ میفته، میدونم قدر خونه بادم و بقیه تو لحظه دوست دارن، تنت کن جنده ست سیاه تو خودم ختم روزگارم، پلیسه میگه فوت کن ببینم انگاه تولدمه، مثل استون مارتین اونو کردم دو دره. تیزری که گاشی بودم تو اینستاگرام یه تیکه بود دیدم، گفتم حاجی این ریاکشن داره، این ریاکشن داره، پلیسه میگه فوت کن میخواد ببینم مست یا نه دیگه، انگار تولدمه، میگم فوت کن، ولی منم یه جور میکنمش دو دره، انگار استون مارتین این داستانا دیگه. ببینم اگه تولدمه، منم مثل استون مارتین اونو کردم دو دره، با لباس مست میرم زیر دوش مثل صدا سیما، درو خونم دیگر رو میریزنم این بلادی و همه تهران برام بهشته. حالا الان خیلی ها میام میگن این دیس بلاد فلا اینا، منظورش این خانوادت نباشن و حالا ادعای بلاد ملاد اینا کنن، یه روز خونه تو میریزن، معمولا این اتفاق میفته، همه این تشکلاتی که مثل خانواده هستن و اینا همیشه دوام نداره، دیدیم دیگه تو تاریخ دیگه، مخصوصا تو بچه ایرانی که کارگروهی هم برای سخته، اصلا داستان عجیبه. یه رو خونه هم دیگر رو میریزنم این بلادی و همه تهران برام بهشته، مثل نفید میزنم فرشته، صافی یه شل بزن اگه بهی و بستی بهش دل، گرش شل بزن اگه بهی و بستی بهش دل، گره زدن سبزی عید که شوهر اینا میخوام پیدا کنن دیگه، اشاره اونجوری داره. فرشته صافی گرش شل بزن اگه بهی و بستی بهش دل، انقدر پانچ میگم شدم پانچی و رپ فرسی و بم بسلی مثل نانچیکو، ولی رو گلوت میکشم مارجینو تو مغز من نرو، ریزم صورتت زهر عقرب و یه گردان پس خوب مسرت به جا کک به سینشون زدم دست ردم و یه گردان پس خوب جای کک زدم دست رد به سینشون سیگما باشه. زهر عقرب و یه گردان پس خوب مسرت به جا کک به سینشون زدم دست ردم و وقتی میاد ورسام تهران به دست میشه مثل جنس و زندان، ترپ دنیا اومده اون بره آف، ولی خودم تو بیمارستان اقبال، کینه رو کشیدم بیرون من تو غله آف، به جز هست خورماتشی زود در آف، هنوز جای صفر نشدی پسر، ختمو بفرستم که میشی خوندم آخ منو ختمو بفرستم دونو دید داره، یعنی شماره همو بفرستم بیایم همو ببینیم اینا، تاش خوندم آخ میشه دیگه، خوردی ازم، از اون ورم که کوکو خوندم آخ و این داستانا دیگه. ماتشی زود در آف، هنوز جای صفر نشدی پسر، ختمو بفرستم که میشی خوندم آخ منو ببینی بی رد بولم بالاری، همش لای گسگیری های انگا بالاری، تو رفت انگا قدیمی هم دارم میشم باستانی، پانچی هم رایمش خوبه با اینکه باستانی شده. بالداری که مشخص بود، مثلا توضیح ندیم، ردبول به شما بال میدهد، بعدش میگه انقدر قدیمی هم دارم میشم باستانی، رایمش خوبه ولی باستانی، باستا رایمزو میگه دیگه، بنازم جناز انگا بالداری، تو رفت انقدر قدیمی هم دارم میشم باستانی، پانچی هم رایمش خوبه با اینکه باستانی شده، دستام کسیف طرف پشت دا فید، وقتی فشافوی کردم انگوش نگاری، داستان زندگی مثل این کسکشانی، میدم بعد سکس به بیچه کسکشانی میگه بدوست، بعد داستان یه کشانی اونجا هست میگم بپیچتش سیشانی من گشنگاری، داستان زندگی مثل این کسکشانی، میدم بعد سکس به بیچه کسکشانی میگه به دوست پسرم دارم یه چیت میکنم، میگم اشکال نداره منم یه چیت میکنم، دارم پیشتی پانچولوژی، وقتی گشنن لفظام یه بیت میخورم. ای ای از آزمایشگاه یو پانچی ای حرفی نمیمونه. بر بر دیدیم و شنیدیم اجرای آزمایشگاه رو از جناب آقای پانچی، بیت پرودوسر ها بهنام و مرشاین بودن، بهنام که معمولا زیاد کار میکنه با پانچی و مرشاین هم که کارش خوبه، خیلی بیت من دوست داشتم، اون سویچ هایی هم که میزدن خیلی اسموت بود، به خودت میومده دیدی سویچ خوردی،
جناب آقای پانچی هم که کارش واقعا درست، رپش خیلی پیوره، من پانچ لایناش هم خیلی دوست دارم، اصلا لذت میبرم. اصلا اون قدیما که میزد 4 تا پانچ خوشگل میزنه و اینا، یکم بیشتر جای کانسپت و اینا خیلی تمرکزش رو پانچه، برعکس اکثر رپ فارسی که خب بیشتر کانسپتن و اینها، و حالا کانسپت شاید خیلی هم کانسپت سنگینی نباشه، ولی پانچی بیشتر اون گل اولش پانچه دیگه، و اینا رو میچینه و میتره کنه. من خیلی رپش دوست دارم، ازم خیلی پیوره، یه کوچولو تو استایلش شاید یه کوچولو بخواد کچی تر بشه و یکم تو فلو و اینا بخواد فرق بکنه، شاید تغییر ایجاد بکنه توی کریرش، چون واقعا پتانسیل داره، ولی خیلی در جایه. یعنی از اون وقتی که فکر کنم 4 سال و نیم پیش اینا بود که من دیدمش، خیلی جامپ عجیبی نیفتاده. در رابطه با آزمایشگاه هم که آجی دمشون گرم، خب خیلی وقت پیش شروع کردن یه سری پروژه ها میدادن، روی پشت بوم فری استایل میرفتن و اینها، و نسبت به اون موقع یه ریبرند درستی رو انجام دادن، و به نظرم برخلاف خیلی ها توی مارکت رپ فارسی که تو همون داستانی که هستن هی دست و پا میزنن و قبول نمیکنن که یه سری جاها مشکل داره و همون باعث میشه از صحنه فید بشن، یه کوچولو طرز فکر رو آپدیت تر کردن و باعث شده که اینجا باشن و الان یه پلتفرم خیلی خوبیه برای آرتیستایی که میخوان شناخته بشن، یا حالا آرتیستایی دیگه که برنامه خوب داشته باشیم لذت ببریم و اینها. فکر کنم با وسواس هم، چون فکر میکنم 100% پروژه مختلف واسه شون میفرستن، ولی با وسواس بیشتری انتخاب میکنن اون تکستا رو از آرتیستا که مثلا اینو بیا اینجا بخون. همونطور که دیدیم توی چند وقت گذشته چند تا آرتیست بودن که خب سر و شیبی بودن، بعد از آزمایشگاه و اون انتخاب درست و اون کار باحالی که بود واقعا یه لول اپ شدن. مثال ایسین که واقعا بعد از آزمایشگاه خیلی رو فرم، و اصلا از آزمایشگاه شروع شد که دوباره سر زبون ها بیفته و این داستان ها. در کل کارشون خیلی باحاله و پلتفرم درستیه، دمشون گرم، رو به جلو و ریسپکت داره، ریسپکت زیاد. بریم دیگه، همین. نظر شما چی بود حتما توی کامنت ها بنویسید، با پانچی حال میکنید یا چی؟ من که دوستش دارم. اول ویدیو هم که دیدین، میخوام تو بعضی از ویدیو آهنگ بهتون معرفی کنم، آهنگایی که تو پلی لیست خودم هست، رپ آمریکا قدیمی و حالا شاید رپ فارسی قدیمی، یه کوچولو هم حالا شاید حالت داب اسمش رو فانش کنیم و اینا، ولی آهنگهایی رو معرفی میکنیم اونجا که میتونید اگه حال کردید برید گوش کنید دیگه. این از این، دوست داشتید یا نه؟ برو بریم تا ویدیو بعدی. سی یو سون. اینو شما گفته بودین ها، بگو سی سی یو سون.